الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهده خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن الله قوي عزيز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين صدق الله وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين درود ابراهيم بخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خداوند متعال را سپاس گزاریم که عمری به ما عنایت فرمود فرصتی به ما دادن تا روز دیگر و لحظات پرفیض و برکت و خیر را در روز جمعه در مسجد جامعه به امید عفو کرم و غفران الله تعالی و اصلاح دلها و رضای خداوند متعال حاضر بشیم. این حضور سبز شما و این زیارت شما برای ما مبارک هست. الله تعالی در میان بشر، در میان انسانها عزتی را که به مؤمن داده، عزتی را که به مسلمان داده هست به غیر مسلمان نداده. این معناش اینه وقتی که در قلب مسلمان ایمان قرار میگیرد زبان مسلمان شهادتین میخواند الله تعالی را به عنوان رب و مالک و همه کاره میپذیرد و باورش دارد و یقینش دارد. این مسلمان در حفاظت الله تعالی و نصرت خداوند متعال قرار میگیرد. آبرویش، حیثیتش، اسمش، زحماتش، عباداتش، جایگاهش، اولادش، اهل بیتش، مالش، ثروتش، خونش همه حرمت خاصی پیدا می کنند. ایمان خون مؤمن را بها می دهد، مال مؤمن را بها می دهد، آبروی مؤمن را بها می دهد، حیثیت مؤمن را بها می دهد. از این جهت مواظب باشیم در برخورد با مسلمان، در اکرام و عزت مسلمان خالص باشیم، صادق باشیم، نفاقی در زندگی ما نباشد، نفاقی بر زبان ما نباشد، نفاقی در قلب ما نباشد. با مسلمان خالص باشیم و خالصانه زندگی کنیم و خالصانه عهد ببندیم و خالصانه باش صحبت کنیم. چون مسلمان را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است غرض کریم، مسلمان به باوری که به الله تعالی دارد هر سخنی را از مسلمان بشنود باورش می کند، هر رفتاری را از مسلمان ببیند میپذیرد. این مسلمانه که سخن خود را به گونه ای بگوید که اراده شری در آن نباشد، به گونه ای نباشد
زبانش ابراز محبت بکند، اما قلبش نقشه نابودی بکشد. دوستی و رفاقت و بر سفره نشستن، این ظاهرش دعوت به صداقت و راستی داشته باشه، اما در حقیقت نقشه شومی برای نابودی مسلمان داره. اون حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده شر الناس ذو الوجهین، بدترین انسان کسی هست که دارای دو چهره هست، یعنی خالص نیست. اون حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه فرموده هست که کسی که ذو الوجهین، دو تا چهره دارد، دو حال داره، خالص نیست، نفاق در وجود اون وجود داره، یعنی الله تعالی برای اون از آتش جهنم دو زبان درست میکند.